بار دیگر آمدیم تا شود اقبال شاد، دولت بار دیگر بر رخ ما رو گشاد. سرمه کشید این جهان باز دیدار ما، گشت جهان تازه روی، چشم بدش دور باد. عشق ز زنجیر خیش جست و خرد را گرفت، عقل ز دستان عشق ناله کنان داد داد. درود بر شما عزیزان بیننده، امیدوارم سال نو مسیحی بر تک تک شما مبارک باشه و تعطیلات خوشی رو گذرونده باشین در کنار دوستان و خانواده هاتون. اگرچه سردی هوا ابری بودن و بارونی یاری نکرد، ولی جمع دوستان این مسئله رو تحت شعاع قرار میده. و اما برنامه امروز ما ادامه سخنرانی خانم دکتر پوپک جواهر حقیقی درباره تحقیقات بالینی هومان ژنتیک. بین برنامه موزیک ویدیو داریم، پایان بخش برنامه ها گزیده هایی از رویدادهای سیاسی ایران و جهان خواهد. شاد و سرسبز باشید. چی میگه به همشهری؟ بلند چیز هست خانم عزیز، شما صدای قشنگه. اوه هستی خیلی جان خانی رشته‌های پزشکی رو در واقع در بر بگیره. میتونه مریضی‌های نورولوژیش باشه، عصبی باشه، میتونه مریضی‌های عضلانی باشه و میتونه همه نوع. در واقع یعنی ژنتیک، علم ژنتیکی منظورم از این حرف اینه که همه جا رو در بر می‌گیره و برای همینم خب کار ساده‌ای نیست. یعنی آدم باید تا یه حد زیادی سعی کنه که از همه نوع از همه نوع رشته‌ای که وجود داره حداقل مسائل ژنتیکیش رو بدونه. من توی مطلبی که تو هانوفر هستم، مخصوصا به خاطر اینکه با یکی از همکارای پزشک اطفال کار کردم، بچه خیلی می‌بینم اونجا و خود همکارم خیلی زیاد بچه‌هایی که در واقع اشکالای ژنتیکی دارن یا اینکه به هر حال اشکالای مختلفی دارن که هنوز معلوم نشده که این اشکال چیه، که میتونه این همه نوع بیماری باشه. و چند تا مثال هم براتون آوردم و نشون میدم. این هم همونطور که گفتم اشکالای مخصوص سرطانی هست که مثلا یکی از چیزایی که ما چند ساله که روش کار کردیم یا روش کار شده و شناخته شده سرطان سینه است، که یکی از در واقع نسبتاً یکی از سرطان‌هایی هستش که می‌دونیم مخصوصاً در سن کم خانوما ژنتیکی. و البته باید گفت که ژنتیسیستا کلاً همیشه تقریباً همیشه با بیماری‌های نادر برخوردن. بله سن کم میشه از چند سال؟ سن کم تا 40 سال. تا 40 سال، از مثلا 20 تا 40 سال، 25 تا 40 سال این سن کمه. و بعدش وقتی که این سوال از ما میشه، ما مثل همیشه یک شتمبام که دیمون جان شجره نامه در واقع باید تهیه کنیم و میپرسیم که
کسی دیگه ای در خانواده هستش که مریضی به خصوص داشته باشه، مثلا سرطان داشته باشه و نسبت به اون شجره نامه در واقع تصمیم گرفته میشه که این ممکنه ژنتیکی باشه یا اینکه میتونه خب یک مریضی سرطانی سینه ای باشه که اصلا به ژن ربطی نداشته باشه. و آخرش هم نوشتم چیز خیلی کار نسبتاً بحرانی و سختی هست که باز این هم توی در واقع مشاوره ژنتیکی میگنجه و جای بزرگی هم داره، خانم های حامله هستن که در حاملگی در واقع اشکالایی دیده میشه که متاسفانه قسمت بزرگشون میتونه کروموزومال باشه، اشکالای کروموزوم باشه و در واقع 50% از اشکالایی که در حاملگی وجود داره و به دوچار اشکال بزرگتر در دوران حاملگی میرسه چیزای ژنتیکی هست و کروموزومال. خب حالا یه چیز کوچیک، اینو همه میشناسن. تریزومی 21. اشکال چیه اینجا؟ خوما این عکس کروموزومه دیگه، میدونم سخته چون خودم هر روز باش کار دارم، فکر می‌کنم که کاملا معلومه. همه کروموزوم ها دو تا دیگه گفتیم، اینجا کروموزوم 21 سه تاست، درسته؟ در واقع خب این بهش میگم برای همینم تریزومی 21، سه تا 21 به جای دو تا و فرمولش هم هست 47 XX که خب دوتا در واقع X هست برای خانوما دخترها و یه دونه 21 هم زیاد هست. این داون سندروم هست که همه میشناسیم، این مریضی داون سندروم هست یا مونگولویسموس که بهش قدیما میگفتند، ما دیگه اصلا مونگولویسموس نمیگیم، یه چیزی که کاملا حذف شده و حتی تو گفته میشه هنوز متاسفانه خیلی از جاها، ولی خب اسمش بوده یه زمانی، ولی ما به این میگیم داون سندروم. داون هم یه شخصی بوده، پزشکی بوده که اولین بار اینو کشف کرده. این تریزومی آنوتوانسش یکی از در واقع میشه گفت راحت ترین و بیشترین مریضی های ژنتیکیه. از اینجا شروع میشه که میشه تصور کرد یه دونه کروموزوم اینجا زیاده، یه دونه کروموزوم خب خیلی زیاده نسبت به اون ژنای کوچیکی، میلیون ها و میلیارد ها قسمت هایی که توی ژنوم وجود داره. ولی از اینجا که شروع میکنیم میرسیم به خب مریضی دیگه که این شناخته شده است. مثلا اینجا هست ترنر سندروم. ترنر سندروم اینجا واضحه، فکر میکنم که اشکال چیه؟ یه ایکس داره، اون یکی ایکسش نیست. این دخترهایی هستن که باید شاید اینجا مهم باشه براتون توضیح بدم که تمام مریضی های ژنتیکی در واقع یه سپکتروم داره، از اشکال های خیلی کوچیک تا خیلی بزرگتر. یعنی من دختر و خانوم ترنا زیاد دیدم و بعضی هستن که در سن نسبتاً بالا، مثلا 35 تا 40 سال نسبتاً بالا نسبت به بچه ها منظورمه، میان و اشکالشون این که بچه دار نمیشن، چون متاسفانه به خاطر نبودن ایکس دوم این دخترها معمولا بچه دار، این خانم بچه دار اصلا نمیشن. بعضی از مریض، بعضی از دخترها یا بچه های خیلی نوزاد کوچیک ترنم هستن که خیلی بیشتر از این اشکال دارن، نه فقط خب طبیعتاً که بچه داره میشن یا اشکال جنسی از این بر، بلکه اشکال های دیگه، مثلا اینجا دیده میشه به این میگن پیتقیل گیوم کلی، یه چیز در واقع برامدگی به خصوصه که این وجود داره. بعضی از مواقع کلن در کل قد ترنا همیشه کوچیکه نسبت به قد پدر و مادر. بعضی هم هستن که اصلا معلوم نیست، اصلا بهشون چیزی آدم دیده نمیشه. منظور اینه که کلن این باز یک کروموزوم شتورونگ، یک مریضی کروموزوم هست. هم گایستیش چیز هم مثل قبلی ترنا در واقع اکثرا نه،
سوال خیلی خوبیه، چون اتفاقا گشتی که به هند رونگ اشکال ذهنی یکی از چیزهای خیلی مهمه، هم برای خانواده طبیعتا و هم برای شخصا. و میدونیم که خب داون سندروم همه اشکال ذهنی دارن، یعنی بچه من تا حداقل ندیدم و دیدم نمیشه. بالا بیشتر بچه ها این حالت پیدا میکنن؟ بله. چرا در سنین بالا که زن حامله میشن علتش چیه؟ توی ترنر سندروم البته، فقط اینجا. نه، منظور اینه که کلا خب قدا کوچیک هست، همون خانمی هم که من میدم، من میگم در سن بالا هم قدش نسبت به پدر و مادر کوچیکه، ولی اشکالی که منظور اینه که اینو در واقع نمیدونیم دلیلش چیه، که با اینکه همین اشکالو همه دارن ولی خیلی در واقع سیمتومایی که وجود داره توی شخصهای مختلف با هم تفاوت داره. بعضیاشون البته اونا همیشه اشکال جنسی داشتن که بعدش بچه دار نمیشن. منظور من این بودش که در سن بالا تازه معلوم میشه که توی اونا دارن. متوجه هستین؟ یعنی اونا هم که اونا از هم معلوم که از اول همین اشکالو داشتن، فقط معلوم نبوده. بچه کوتاه‌قد بوده، معمولی هم همه چیز معمولی بوده، فقط خب اشکالش بعدش بعد از این مدتی بعد از اینکه بچه دار نمیشه معلوم میشه. نه این بچه دار شدن نه اون بیماری قبل، نه شما سوالی بله میگفتن اون ما ممکن 4 تا 5 تا بچه تولد بشه که من نرماله، ششومی همون مونگول یا اون چیزی که شمفتی میشه مثلا تو سنین بالای حالت مکانیسم اینه که در واقع این 21 در سن بالای خانوما متاسفانه در واقع در تخمک ها جدا نشده، دو تا توی تخمک مونده، در اصل که باید یکی باشه. دلیلش اینه. این باز یه مریضی دیگه است که کلاین فریتا. اینا آقایون هستن به خاطر اینکه یه ایگرگ دارن، ولی به جای یک ایکس دو تا ایکس. باز اینجا اشکال جنسی در واقع و بچه دار نشدن این آقایون، یعنی اسپرم ندارن، اکثرا اسپرم اصلا ندارن. ولی خب کلن هم اینجا هم شاید تا یه حدی بشه دید در واقع سیمتومای دیگه که وجود داره تو کلن فرتا این هستش که زنانه ترن در کل، یعنی از نظر جسمی زنانه تر هستن. من پسی وجود داره به نام گونکوماستی، در واقع سینه دارن آقایون که 47XXY هستن و متاسفانه خیلی از مواقع هم باید عمل بشن به خاطر اینکه دچار مشکل میشن. این باز میگم از خیلی کوچیک، اشکالای کوچیک، اگه ورزشکار باشن، ورزیده باشن، اشکالی ندارن معمولا، اگه نباشن متاسفانه یه مقدار اشکال وزنی دارن، همین اشکال گونکوماستی رو دارن. چاق میشن، اکثرا چاق میشن و همون باز اسپرم ندارن.
میشه گفت 5.5% حالا شاید 6% از تمام مریضی های سرطانی رو که ما میشناسیم ژنتیکی هست و 6% میگم برای ژنتیسیست ها خیلی زیاده، کم نیست، با اینکه خب میشه گفت 94% ژنتیکی نیست، ولی مسئله ما اینه که اونایی رو که هستن رو بتونیم پیدا کنیم در واقع، که یکی از مهمتریناشون در واقع همین سرطان سینه هست، سرطان روده هم خیلی زیاده، کولون کارسینوم مخصوصا و پروستاتا کربس در سن جوانی. کلن سرطان های ژنتیکی معمولا خیلی زودتر به وجود میان. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه باز یک قسمتی توی ژنوم اشکالی داره، مادرزادگی اشکال داره، کنگنیتال، و برای همین خیلی زودتر باعث به وجود اومدن سرطان میشه. خب این فکر کنم چند تا از دوستان این دختر بچه رو میشناسن. در واقع من رفتم فعلا توی مبحث، در واقع این آخرین سلایدی رو که بهتون نشون میدم، مریضی‌های مختلف ژنتیکی که خب خیلی سخت‌تر از اون چیزایی که قبلش دیدیم و دیاگنوز بشه، و این یک دختری هستش که در سن 6 سال و نیمی دفعه اول پیش من اومد و متاسفانه نوشتم شویر آلگمان انتفیکلونگسرتادیرونگ و منتال رتادیرونگ، یعنی از نظر ذهنی متاسفانه خیلی خیلی عقب هست، صحبت نمی کنه، دفعه اولم که دیدمش اصلا راه هم نمی رفت، و اینطوری که می بینین متاسفانه مقدار زیادی اگرسیون هم داشت، یعنی که واقعا مادرش خیلی توضیح می داد که خیلی وحشتناک سخت کنترل کردنش. این در واقع باز یکی از شتوفه میاد پایین‌تر از کروموزومالین شتورون که بهتون نشون دادم. این هم چیزیه که خب ژنتیسیست 100% اول از همه میبینه که انگشتای همطور که اینجا میبینین انگشت زیاد داره، به پا هم همینطور، انگشت شیشم. این چیز به خصوصی نیست و وحشتناک هم نیست برای این دختر و عمل هم خواهد شد و فکر می‌کنم الان عمل شده، ولی خب این باز یک قسمت کوچیکی از همون بیماری بزرگه که باید دنبالش رفت و پیداش کرد. یه اشکال دیگه متاسفانه که داره مریضی قلبیه که باید اونم باز عمل بشه، و خب همونطور که گفتم خیلی اگرسیو بود، در خون گرفتن ازش خیلی خیلی سخت بود، یادم میاد و یکی از اولین مریضام هم بود، یعنی خیلی وقتی حالا شاید نه، ولی چند سالی که ازش گذشته و من هیچ وقت کنم یادم نمیره. این مریضیش هست سمیث لملی اوپیتسیل، مطمئنن کسی نشنیده اینو چون زیاد نیست. یک از 10,000 تا 6,000، میبینیم که اصلا خود همین اعداد معلومه که سخت پیدا کردنش، اصلا توی تمام در واقع لیتراتوری که توی دنیا پیدا میشه بین 60,000 تا 10,000 هست، که اینم باز کم نیست، اینم باز برای ژنتیسیست کلینیکی چیزی که سریع، مخصوصا توی این کیس میتونه سریع اینو متوجه بشه به خاطر همین اشکالایی رو که گفتم. Thank you.
با سلام و درود به بینندگان عزیز و با تبریک سال نو، توجه شما را به گزارش های سیاسی این هفته در سال جدید جلب می کنم. رضا شهابی برای درمان زندان را ترک کرد. رضا شهابی بعد از 23 روز اعتصاب قضا به مرخصی درمانی آمد. گروهی از زندانیان سیاسی با پیوستن به اعتصاب قضا خواهان تأمین شرایط مناسب برای درمان شهابی بودند. بنابر گزارش اخبار روز، اتحادیه آزاد کارگران ایران روز دوشنبه خبر داد رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه پس از تحمل بیش از 2.5 سال حبس بدون اینکه خانواده و دوستانش در جریان خروج از زندان اوین قرار گیرند در ساعت 23 شب آزاد و از زندان اوین رهسپار منزلش شد. بنابراین گزارش، در نامه‌ای که رضا شهابی آن را مشاهده کرده است، وی به مدت 5 روز از زندان مرخص شده است. این اولین بار است که رضا شهابی پس از تحمل بیش از 2.5 سال حبس به مدت 5 روز به مرخصی از زندان فرستاده می شود. گروهی از زندانیان سیاسی چپ نیز به حمایت از رضا شهابی و هشدار به وضعیت وی از روز شنبه اعتصاب قضا کرده بودند. یونس آقایان در اعتصاب قضا به سر می برد. به گزارش خبرگزاری هرانا، یونس آقایان علی بگلو زندانی عقیدتی محکوم به مرگ که 6 دی‌ماه از زندان مهاباد به سلول انفرادی زندان ارومیه منتقل گردیده بود در اعتصاب قضای خشک به سر می‌برد. بنا به گزارشگران هرنا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح روز چهارشنبه 6 دی‌ماه یونس آقایان زندانی عقیدتی و از پیروان آیین یاری اهل حق از زندان مهاباد به سلول انفرادی در زندان ارومیه منتقل گردید و از همان روز دست به اعتصاب قضای خوش زده است. اتحاد فدایان اعلام کرد که جمهوری اسلامی مسئول حفاظت از جان کارگران است. طی 2 روز گذشته 5 کارگر در حالی که مشغول کار بودند جان خود را از دست دادند. شامگاه دوشنبه حوالی ساعت 18 در اثر انفجار کپسول صنعتی در کارخانه سیمان شاهرود 2 کارگر و 1 پیمانکار جان دادند. حدوداً در همین زمان 1 کارگر شهرداری در حادثه تصادف با خودروی در آزادراه آزادگان تهران کشته و 4 کارگر دیگر شهرداری که در حاشیه آزادراه مشغول به کار بودند نیز به شدت مصدوم شدند. صبح پریروز نیز کارگر جوانی به دلیل سقوط در چاهک آسانسور در کرج کشته شد. درست در همین زمان در 1 کارخانه در منطقه جاده مخصوص تهران کرج به دلیل آتش گرفتن 1 دستگاه تریلی حامل مواد آتش‌زا و انفجاری می توانست به مرگ شماری از کارگران بیانجامد. 2 هفته پیش نیز 8 کارگر از کارگران معدن یال شمالی منطقه پروردی شهرستان طبس در اثر انفجار معدن جان خود را از دست دادند که ظاهراً معرفی مسئولان این حادثه به فراموشی سپرده شده است. انتقال مجدد مهدی خزعلی به انفرادی بند امنیتی 209 اوین. مهدی خزعلی زندانی سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین دوباره به انفرادی بند 209 این زندان منتقل گردید. به گزارش خبرنگار کلمه، مهدی خزعلی پزشک، نویسنده و منتقد که روز پنجشنبه پس از نزدیک به 2 ماه انفرادی به بند عمومی منتقل شده بود دوباره و بدون ارائه توضیحی به انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین منتقل شد. روز گذشته نیز کلمه خبر داده بود که زهرا خزعلی دختر این زندانی سیاسی برای بازجویی و ارائه پاره‌ای توضیحات به دادسرای مقدسی زندان اوین و پسرش محمد صالح خزعلی نیز با تماس تلفنی به دادسرای مقدسی احضار شده بودند. ممانعت از آزادی 1 زندانی سیاسی پس از تحمل 20 سال حبس. به گزارش خبرگزاری هرانا، مسئولین زندان مرکزی ارومیه با وجود اتمام دوران محکومیت علی صادقی زندانی سیاسی کرد از آزادی وی ممانعت به عمل آوردند. بنا به اطلاع گزارشگران هرنا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مسئولین زندان با توجیه این موضوع که مدت زمان دوره بازداشت اولیه علی صادقی در اداره اطلاعات به ایشان ابلاغ نشده است، از آزادی وی جلوگیری کردند. علی صادقی بیش از 20 سال پیش به اتهام عضویت در حزب دموکرات کردستان بازداشت شده است. وی می بایست در مهر ماه سال 1391 آزاد می شد.
این زندانی سیاسی همکنون در بند 12 زندان مرکزی ارومیه به سر میبرند. هشدار خامنه ای: دائما نگویید انتخابات باید آزاد باشد. رهبر ایران تاکید کرده است که باید نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دلبسته و وابسته به نظام باشند. علی خامنه ای با انتقاد از افرادی که مکرر میگویند انتخابات باید آزاد برگزار شود گفت: در کدام کشور انتخابات از ایران آزادتر است؟ به گزارش سایت دفتر حفظ و نشر آثار خامنه ای، سه‌شنبه 19 دی ماه 8 ژانویه از این افراد خواست که مراقب باشند حرفهایشان مردم را از انتخابات مایوس نکند و افسود: معلوم است که انتخابات باید آزاد باشد. از اول انقلاب 34 انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟ اداره آمار بانک مرکزی ایران در اطلاعیه‌ای در وبسایت این بانک گزارش کرده است که بر اساس محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آذر ماه سال جاری نرخ تورم در 12 ماه منتهی به آذر ماه 1391 نسبت به 12 ماه منتهی به آذر ماه 1390 معادل 27.4% به این معنی که قیمت کالا و خدمات در آذر ماه امسال نسبت به سال گذشته 27.4% افزایش یافته است. توقف هواپیمای حامل طلا در فرودگاه استانبول ترکیه: گزارش ها حاکی است که یک فروند هواپیمای باری با 1.5 تن طلا از 8 روز پیش اول ژانویه در فرودگاه استانبول ترکیه توقیف شده است. این هواپیما از نوع ایرباس A300 و به شرکتی خصوصی در ترکیه تعلق دارد. گفته می شود که هواپیما ابتدا از الجزایر به غنا رفته و پس از آن از طریق استانبول قصد داشته به دبی برود. برخی از مطبوعات ترکیه نوشتند مقصد نهایی هواپیما ایران بوده است. کشمکش نمایندگان بر سر حذف علت مرگ ستار بهشتی از گزارش مجلس ایران: کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گزارش خود را درباره مرگ ستار بهشتی در مجلس خوان. ستار بهشتی وبلاگ نویسی بود که در زندان درگذشت. چند نماینده به حذف یک پاراگراف از این گزارش اعتراض کردند، بخشی که میگوید درباره علت مرگ آقای بهشتی بوده است. ایران رتبه 127 نابرابری جنسیتی را در بین 135 کشور جهان دارد. یک پژوهشگر حقوق زنان تاکید کرد که بر اساس گزارش شکاف جنسیتی در سال 2012 مجمع جهانی اقتصاد در مقوله شاخصهای توسعه انسانی، ایران در بین 135 کشور رتبه 127 را در خصوص نابرابری جنسیتی در بین زنان و مردان به خود اختصاص داده است. یک سال حبس در انتظار سازندگان فیلم یک خانواده محترم. مدیر حقوقی سازمان سینمایی گفت سازندگان فیلم یک خانواده محترم با شکایت این سازمان به دادگاه احضار شدند و طبق قانون مجازات چنین فیلمی لغو مجوز تهیه کننده و تا یک سال حبس سازندگان آن است. به گزارش جهان، بهزاد ابتهاج مدیر حقوقی سازمان سینمایی در گفتگو با فارس درباره شکایت سازمان سینمایی از عوامل سازنده فیلم گفت تمامی سازمان‌ها و ارگان‌ها از جمله مجلس شورای اسلامی و صدا و سیما در صحبت‌هایشان تأکید داشتند که پیگیر فیلم یک خانواده محترم هستند، اما سازمان سینمایی کشور طبق قانون شکایت خود را از سازندگان این فیلم مطرح و ارائه کرد. تا درودی دیگر، بدرود.